بیش از 30,000 کشته کرونا در بریتانیا، چطور این کشور کانون قربانیان در اروپا شد؟ ناگفته های حمله مسلحانه 40 سال پیش به سفارت ایران در لندن، داستان گروگانگیری که گروگان ها جانش را نجات دادند. و تلاش ایرانیان مقیم آمریکا برای حمایت از قربانیان کرونا. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. هفته گذشته آمار رسمی مرگ و میر ناشی از کرونا در بریتانیا به بیش از 30,000 نفر رسید که بالاترین میزان در بین کشورهای اروپایی است. موضوعی که باعث افزایش شدید انتقادات به سیاست‌های دولت بوریس جانسون برای مقابله با کرونا شده. وزیر خارجه بریتانیا گفته هنوز برای مقایسه بین کشورها زود است و باید تا پایان بحران و ارزیابی جهانی آمار صبر کرد. منتقدان دولت اما میگویند سیاست‌هایی از جمله اعمال دیرهنگام قرنطینه، نداشتن کیت‌های آزمایش کافی و تعلل در جدی گرفتن خطر از جمله دلایل بالا بودن آمار مرگ و میر در بریتانیا است. 3 ماه پس از تشخیص اولین فرد مبتلا به کووید 19 در این کشور، برای خیلی ها سوال است که چه شد بریتانیا به بزرگترین کانون کرونا در اروپا تبدیل شد. جزئیات بیشتر از بهرنگ تاجدین. ژانویه 2020، روزی که طرفداران برگزیت خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا را جشن گرفتند. اما همان روز یک مقام بهداشتی بریتانیا هم ساعتی پیش از 2 مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داده. این 2 مورد اولین موارد ابتلا به این ویروس هستند که در بریتانیا گزارش می شود. از آن زمان بریتانیا به کانون یکی از گسترده ترین موارد شیوع کرونا در جهان تبدیل شده. بخش های عمده ای از اقتصاد تعطیل شد، کار نخست وزیر به دلیل ابتلا به این ویروس به ICU کشید و این کشور شاهد بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 در اروپا بود. در 3 ماهی که از شروع شیوع کرونا در بریتانیا گذشته، نظرسنجی ها نشون داده اکثر مردم از عملکرد دولت در مقابله با این ویروس راضی اند و از سیاست های دولت هم حمایت می کنند. ولی با طولانی تر شدن بحران و بالا رفتن آمار مرگ و میر، صدای منتقدان هم بالا رفته. یک نقد به نحوه اطلاع رسانی دولت مخصوصا در اوایل بحران است. با شروع سرایت، مقام‌های بهداشتی ابتدا با آن کم و بیش مثل یک آنفولانزای فصلی برخورد می‌کردند و استراتژی مقابله با آنفولانزا را به اجرا گذاشتند. ما یک برنامه مشخص 4 مرحله‌ای برای مقابله با شیوع این بیماری داریم: محدود نگه داشتن، تأخیر، تحقیق و تسکین. پس از آن نوبت به یادآوری برای شستن دست ها شد، به اندازه 2 بار آهنگ تولدت مبارک. ولی در نخستین کنفرانس خبری روزانه دولت، من چند روز پیش توی بیمارستانی بودم که چند تا مریض کرونا بستری بودن و با همه دست دادم و به دست دادن هم ادامه میدم. چند روز بعد بوریس جانسون همیشه خوشبین پیامی ترسناک برای مردم داشت. من باید با شما، با مردم بریتانیا صادق باشم. خانواده های زیادی، خانواده های خیلی بیشتری عزیزانشان را پیش از موعد از دست خواهند داد. ولی در آن روزها دولت به جای قرنطینه کردن همه برای جلوگیری کامل از شیوع کرونا، از ایمنی گله‌ای صحبت می‌کرد. از اینکه اگر بیش از 60% مردم به ویروس مبتلا شوند و در مقابل آن ایمن شوند، مشکل رفع می‌شود. هدف کم کردن اوج شیوع و طولانی تر کردنشه، نه توقف کامل سرایت ویروس. بیماری اکثر مردم خیلی خفیفه و این به ایمنی گله‌ای منجر میشه. با بیش از 100 برابر شدن موارد ابتلا در کمتر از 3 هفته، دولت چاره ای نداشت جز اعلام قرنطینه عمومی. من از امشب باید یک دستورالعمل ساده به مردم بریتانیا بدهم. شما باید در خانه بمانید. صبح روز بعد واگن‌های متروی لندن همچنان شلوغ بود، ولی دولت بعد از 2 ماه بالاخره یک پیام مشخص داشت. از مردم می‌خواهیم در خانه بمانند، از نظام بهداشت ملی محافظت کنند و جان دیگران را نجات دهند.
نقد دیگر مربوط به عملکرد دولت در زمینه تست و تشخیص بیماران است. اگه ندونیم چه کسانی مبتلا هستن، نمیتونیم جلوی این همه گیری رو بگیریم. من یک پیام ساده برای همه کشورها دارم. آزمایش، آزمایش، آزمایش. تست، تست. کشورهای نظیر کره جنوبی که از شروع همه‌گیری کووید 19 برنامه‌های گسترده‌ای را برای آزمایش همگانی به اجرا گذاشتند، در کنترل شیوع و پایین نگه داشتن شمار قربانیان موفق‌تر بودند. داریم از 5000 تست روزانه میریم به 10000، 25000 و امیدوارم به زودی به روزی 250000 تست برسیم. ولی کمبود ظرفیت آزمایشگاهی و مواد لازم، شرایط سختگیرانه‌ای که بجز بیماران بستری شده فقط عده کمی را واجد شرایط تست دادن می‌کرد و محدودیت‌های نظیر نیاز به داشتن خودروی شخصی برای مراجعه به مراکز آزمایش گرفتن، باعث شد تعداد موارد آزمایش روزانه تا آخر آوریل پایین بماند. ولی بالاخره در آخرین روز این ماه، 3 ماه پس از شروع همه‌گیری در بریتانیا، بیش از 100000 تست در یک روز انجام شد. مخالفان دولت میگویند این کافی نیست. انجام یه تعداد تست استراتژی نیست. ما باید افراد در تماس با بیماران را هم ردگیری کنیم. این برای شکستن زنجیره سرایت حیاتیه. مشکل دیگر بحث تجهیزات حفاظت شخصی است. برای جلوگیری از کرونا گرفتن، پزشکان و پرستاران به وسایلی نظیر 2 جفت دستکش، روپوش، ماسک مخصوص، سپر شفاف و چیزهای دیگری احتیاج دارند. ولی از همان اوایل شیوع، کمبود این تجهیزات داد کارکنان نظام درمانی را درآورد. پزشکای سراسر کشور از کمبود تجهیزات حفاظت شخصی نگرانند. بعضی دکترها به ما میگن احساس میکنن گوسفند قربونی هم. تا کنون حدود 50 پزشک، پرستار و پرسنل نظام بهداشتی به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. دولت میگوید کمبود تجهیزات حفاظتی مسئله جهانی است. ما به هر دری که میتونستیم زدیم تا تجهیزات حفاظتی لازم رو تهیه کنیم و به خط مقدم برسونیم، هم برای خریدنش از خارج و هم برای توزیعش. در همان زمان بعضی شرکت‌های بریتانیایی می‌گفتند می‌توانند چنین اقلامی را تولید کنند، ولی دولت سفارش نمی‌دهد و به همین خاطر محصولاتشان را به کشورهای دیگر صادر می‌کردند. کمبودها باعث شد حتی بعضی مجبور به استفاده از کیسه زباله بشوند. دولت می‌گفت 1 میلیارد قطع تجهیزات حفاظتی توزیع کرده، البته با احتساب چیزهایی مثل حوله کاغذی و نیز شمردن دستکش‌ها به صورت لنگه به لنگه به جای جفت جفت. سراهای سالمندان هم با کمبود تجهیزات حفاظتی روبرو بودند. خانه‌هایی که به یکی از کانون‌های اصلی شیوع و تلفات تبدیل شدند، هم برای ساکنان و هم برای کارکنانشان. متاسفانه ما بخشی هستیم که فراموش شده. زیرساختا یا حمایتی رو که نظام درمانی ملی داره نداریم و این چیزیه که تو این بحران بهش احتیاج داشتیم. سرعت تصمیم گیری های دولت هم انتقادهایی را برانگیخته. مقام های بریتانیا خیلی زود متوجه شدند که روند شیوع کرونا در این کشور حدوداً 2 هفته از ایتالیا عقب است. با وجود این تمایلی به تعطیلی و قرنطینه زودهنگام نداشتند. بستن همه مدارس و دانشگاه ها در مقطع فعلی از نظر بهداشتی فایده ای نداره، ولی هزینه اجتماعی و اقتصادی سنگینی به جا میذاره. ما دنبال روی علم هستیم. همین بود که جشنواره اسب دوانی چلتنام با بیش از 400000 تماشاگر و بسیاری از مسابقات ورزشی دیگر تا آخرین روزهای پیش از آغاز قرنطینه ادامه داشت. در کنار این، از 18 میلیون نفری که در 3 ماه پیش از شروع قرنطینه سراسری وارد بریتانیا شده بودند، تنها 273 نفر رسماً به قرنطینه فرستاده شدند. 1 ماه پس از شروع قرنطینه عمومی، رهبر جدید حزب کارگر می گفت دولت باید سریع‌تر عمل می کرد. یک الگویی دارد مشخص می شود. ما در قرنطینه کردن کند بودیم. در آزمایش کند بودیم. در تامین تجهیزات حفاظتی کند بودیم. در پذیرش پیشنهاد شرکت‌هایمان برای تولید تجهیزات هم کند بودیم.
من ادعای کند بودن رو قبول ندارم. ما از اول بر اساس مشاوره علمی مشاور عالی علمی و مشاور عالی پزشکی دولت عمل کردیم. دولت بریتانیا امیدوار است با عبور از نقطه اوج شیوع بیماری و خلوت‌تر شدن ICU و بخش‌های دیگر بیمارستان‌ها کم کم بتواند نفس راحتی بکشد. بعضی‌ها هم برای پایان قرنطینه و عادی شدن اوضاع بی‌صبری می‌کنند. ولی اتفاقات 3 ماه گذشته نشان داده که هر تصمیم عجولانه یا نادرستی می‌تواند مرگبار باشد. بهرنگ تاجدین، BBC. 40 سال پیش سرعت اتفاقات در داخل ایران آنقدر زیاد بود که یکی از بزرگترین گروگانگیری ها در تاریخ بریتانیا در سفارت ایران زیاد جلب توجه نکرد. اردیبهشت 1359 مردان مسلح به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن حمله می کنند و برای 129 ساعت 26 نفر را گروگان می گیرند. 6 گروگانگیر عرب خوزستان خواهان آزادی 91 زندانی عرب و به رسمیت شناختن خودمختاری در خوزستان می شوند. آنها به کمک سرویس های اطلاعاتی عراق به بریتانیا آمده بودند. نیروهای ویژه ارتش بریتانیا خود را برای حمله آماده می کنند. این در حالی بود که 1 هفته قبل عملیات سری آمریکایی‌ها برای نجات گروگان‌هایشان در ایران شکست خورده بود. نه دولت ایران و نه بریتانیا حاضر به برآورده کردن خواسته های گروگانگیرها نبودند. نیروهای ارتش در مدت 11 دقیقه به گروگانگیری پایان می‌دهند، اما 2 دیپلمات و 5 گروگانگیر کشته می‌شوند. این داستان 129 ساعت گروگانگیری در سفارت ایران در بریتانیا است به روایت خبرنگار ما ژیار گل. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، بهار 1359. مردان مسلح به سفارت ایران حمله می کنند و برای 6 روز 26 نفر را به گروگان می گیرند. یکی از گروگان ها مصطفی کرکوتی، روزنامه‌نگار سوری بود که برای دریافت ویزای ایران به سفارت رفته بود. سردستشون به لحجه غلیظ عربی عراقی دستور میداد. پلیس لندن خیابان‌های اطراف سفارت را محاصره می‌کند. دولت بریتانیا جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. نخست وزیر بریتانیا در همون ساعات اولیه میگه به هیچ عنوان گروگانگیرها نمیتونن از سفارت خارج بشن مگر اینکه دستشون رو سرشون بذارن و تسلیم بشن. خانم تاچر فرمانی به نیروهای ویژه ارتش SAS میدهد. برای حمله آماده شوید. نیروهای ویژه ارتش SAS روز بعد در ساختمان بغل سفارت ایران مستقر میشوند. رابن هورسفال یکی از اعضای این تیم بود. برای حمله ارتش باید از پلیس اجازه بگیره. فرمی هم باید امضا بشه. تا کسی کشته نشده بود نمیتونستیم عملیات رو شروع کنیم. گروگانگیرها از اعراب خوزستان بودند. آنها خواهان آزادی 91 زندانی عرب و به رسمیت شناخته شدن خودمختاری خوزستان توسط دولت ایران بودند. شورای انقلاب گروگانگیری را توطئه‌ای بریتانیایی آمریکایی خواند و به درخواست گروگانگیرها جواب رد داد. دیپلمات های ما پیام دادند که آماده شهادت برای انقلاب اسلامی هستند. پس از انقلاب سال 57 بسیاری از گروه های عرب خوزستان مطالباتی از حکومت مرکزی داشتند. در واقع اعطای حقوق فرهنگی مردم عرب اینها را با خشونت و با تانک در اهواز، قانون فرهنگی مردم عرب اهواز را با تانک بستند. خودم شاهد بودم. یه سری از جوانان سرخورده شدند از مبارزه مظالمت‌آمیز. بخشی از اینها رفتند سفارت ایران را در لندن گرفتند. تحقیقات پلیس بریتانیا نشان داد سرویس‌های جاسوسی عراق گروگان‌ها را در بغداد آموزش داده بودند و در بریتانیا برای آنها سلاح تهیه کرده بودند. مطمئنا نمیتونستن بدون کمک دیپلمات ها و سرویس های اطلاعاتی عراق به بریتانیا بیان. شکی در این نیست.
رب دیدین یک از گروگون ها را چیز آزار کنید؟ خیلی، ولی اگه جسد دیتونش رو میخواید بعد از چند دردتا. روز ششم با کشتن یک دیپلمات های ایرانی توسط گروگانگیرها مذاکره پلیس شکست میخورد. عملیات به نیروهای ویژه ارتش واگذار میشود. آنها فوراً به سفارت حمله میکنند. گروگانگیرها یک دیپلمات دیگر ایرانی را میکشند و دو نفر را هم زخمی میکنند. در مدت 11 دقیقه واحد ویژه ارتش به گروگانگیری پایان می‌دهد. دقایقی قبل از حمله نیروهای ویژه پیامی بسیار محرمانه از نخست وزیر به نیروهای ویژه میرسه. به اونا میگه گروگان‌ها باید حتما زنده بیان بیرون، اما نگذارید این بحران به خارج از سفارت نشت کنه. اونا میگن اینجوری براشون تعبیر شده که خانم تاچر گفته نگذارید هیچ گروگانگیری زنده از این ساختمون خارج بشه. همه گروگانگیرها کشته میشوند به جز فوزی بدوی نژاد، جوانی 22 ساله که میان گروگانها به بیرون از ساختمان سفارت رفته بود. یکی از گروگانها فوزی رو دید و داد زد این تروریسته، تروریسته. من و یکی از همکارام گرفتیم و بردیمش. فوزی بدوی نژاد گفته هنگام حمله نیروهای ارتش گروگانها او را میان خود مخفی کرده بودند. اولین گروگانگیری بود که در سفارت دیدم. برای ترسوندن ما دو تا تیر هوایی شلیک کرد، ولی از بقیهشون بهتر بود. محبوب گروگانهای زن ایرانی بود. دادگاه عالی لندن فوزی بدوی نژاد را به حبس ابد محکوم کرد. پایان گروگانگیری سفارت ایران بدون سازش با گروگانگیرها موقعیت سیاسی خانم تاچر را تقویت کرد. به نام بانوی آهنین معروف شد، خیلی محبوب شد و مردم در میان در بریتانیا بسیار طرفدار سیاست سختگیرانش بودند. پس از 28 سال حبس فوزی بدوی نژاد در آبان 1387 از زندان آزاد شد. داستان آزادی و اقامت او در بریتانیا هیچگاه از تیتر مطبوعات این کشور و ایران محو نشد. 28 سال زندان در سیستم قضایی بریتانیا یکی از سنگین‌ترین مجازات هاست. بیشتر از حکمش در زندان موند. کسی نمیدونست بعد از آزادی کجا میره. نمیتونست بره ایران، نمیتونست بره عراق. He couldn't go to Iraq. جمهوری اسلامی ایران بارها از بریتانیا خواسته که او را تحویل ایران دهد. کشوری که در خودش مجازات اعدام وجود نداره نمیتونه زندانی رو به کشور دیگری مسترد بکنه که در اونجا اعدام خواهد شد. بنابراین چون عملا شما دارید حکم اعدام را اجرا می‌کنید. فوزی بدوی نژاد امروز با هویت جدید در بریتانیا اقامت موقت دارد. او هر 6 ماه باید اقامتش را تمدید کند. برخی از مطبوعات ایران اسکان او در خانه های شهرداری را حمایت از تروریسم می خوانند. اصولا هر کسی در انگلیس که خانه نداشته باشه شهرداری محل مکلف است بهش خونه بده. سابقه زندانی بودن اینها به هیچ وجه ربطی به این داستان نداره و اصلا تشویق میکنن کسانی که زندان بودن که بهشون خونه بدن، بهشون پول بدن که اینا باز دوباره مازده که به جرم نشن. گروگانگیری در سفارت ایران جان 7 نفر را گرفت، هم دیپلمات ها و هم گروگانگیرها. گرچه گروگانگیری در سفارت ایران 40 سال پیش تمام شد، اما برای فوزی بدوی نژاد و بسیاری از بازماندگان این حادثه داستان همچنان ادامه دارد. ژیار گل، BBC.
نزدیک به 2 ماه از زمانی که مقام‌های نیویورک، پایتخت مالی آمریکا، همه کسب و کارهای غیر ضروری از جمله تمامی رستوران‌ها را در پی شیوع ویروس کرونا بستند می‌گذرد. تعدادی از این رستوران‌ها اما بیکار ننشستند و در آشپزخانه‌های خود غذاهای اهدایی درست کردند. بعضی ایرانیان آمریکا هم در این مدت صدها هزار دلار برای کمک به خیریه‌ها در داخل ایران جمع‌آوری کردند. بهمن کلباسی از این تلاش‌ها می‌گوید: تا همین چند هفته پیش آنچه در اینجا پخته می شد برای صرف مشتریان رستوران سفره به طبقه بالا می رفت. اما نزدیک 2 ماه است که درهای هزاران غذاخوری نیویورک به خاطر کرونا بسته شده. اینایی که شکسته رو کنارش می ذارین یه کوچولو، اونایش که درسته رو اول با دستتون همه رو بذارین بعد بیرین اونایی که آره. صاحب و مدیر سفره حالا دقت در پذیرایی از مهمانان و امکانات آشپزخانه‌اش را وقف تهیه نهار رایگان برای کسانی کرده که در خط مقدم مبارزه با ویروسی هستند که کسب و کارش را تعطیل کرده است. کارکنان بیمارستان با روزی 14-15 ساعت کار هنوز غذا ندارن و حتی خیلی هاشون شب که میرن خونه گشنه و چون تمام روز خرید نکردن هیچی، حتی خونه هم ندارن، سوپرام خالیه و دنبال یه راهی میگشتم که یه کاری بکنم در حد خودم. بعد دیگه یه پسر جوان فلسطینیه که میدونم که داره با یه سازمانی کار میکنه به نام مایگرنت کیچن بهم گفت یه خانم ایرانی، پزشک ایرانی توی یکی از بیمارستانهای بروکلین باهاشون تماس گرفته و غذا خواسته و اینا بهش زنگ زدن گفتن چی میخوای که باهاش جور کنن، گفته من یه آرزو دارم که یه غذا ایرانی بگیرم ولی میدونم که این امکان نداره. گفته تو بهش، به انگلیسی گفته بهش you're in luck، تو خیلی خوش شانسی. و همون موقع به من تماس گرفت گفت این بیمارستان 70 تا غذا میخواد و تعداد افرادی که توی اورژانسشون کار میکنن 70 تا. گفتم 70 تا رو من میتونم انجام بدم. اون شروع این کار شد که من دیگه با این سازمان ارتباطم بیشتر شد و الان این گروهی که من باشون کار میکنم تا چند روز پیش دیدم عددشونه که 50,000 غذا تا حالا تونستن تو این 3 هفته به مردم بدن. یاری رساندن بخشی از جامعه ایرانی در آمریکا به کادر پزشکی و آسیب پذیرترین بخش‌های جامعه به آمریکا محدود نماند. چند نهاد خیریه قانونی که ایرانیان آمریکا مثل آزاده سنجری، مهندس ساکن کالیفرنیا، در آن فعال هستند، در کمتر از 2 ماه چند صد هزار دلار از هممیهنانشان در آمریکا جمع‌آوری و به ایران فرستادند. 2 تا بنیادی که در آمریکا فعال هستند و میتونن پول رو به طریق قانونی به ایران برسونن و مجوز ارسال پول و کالا به ایران رو دارن، KCIS کودکان رو در مدرسه نگه داریم و بنیاد MAP مادران علیه فقر، هر دو گلریزان هایی رو در شبکه های اجتماعی شروع کردن برای کمک گرفتن از مردم ایرانی در آمریکا و ارسال اونها به ایران. هدف اولیه این گلریزان ها برای مثال برای بنیاد KCIS 30,000 دلار بود که خیلی زود به این هدف رسیدند و مقدار این کمک ها به 150,000 دلار رسید و بنیاد MAP هم جداگانه این گلریزان رو برای خودشون داشتن. این کمک ها به ایران ارسال شد، این پول ها به ایران ارسال شد و وسایل و تجهیزات بیمارستانی خریداری شد و به بیمارستان ها فرستاده شد. علاوه بر اون خانواده هایی که از این مسئله متضرر شدند و مسئله فقر در خانواده ها که خب با گسترش بیماری مسلما بیشتر هم شده، به اون خانواده ها هم کمک های ارسال شد. به طور مثال بنیاد MAP میتونه، جالبه که اینو بدونیم، با کمتر از 100 دلار برای هزینه ماهیانه یک خانواده 5 نفره مواد غذایی تهیه کنه و بفرسته. در مجموع این کمک ها که به طور متوسط کمتر از 100 دلار هم بود برای افرادی که کمک می کردن، نشون دهنده اینه که این همبستگی با مردم ایران در جامعه ایرانیان آمریکا وجود داره و اونها مایلند که بتونن به طریق قانونی کمک هاشون رو به ایران ارسال بکنن. کمک هایی که هرچند در مقایسه با توان مالی جامعه ایرانی در آمریکا هنوز بسیار ناچیز است، اما جواد حیدریان
روزنامه‌نگار ساکن تهران میگوید به دست آنهایی که به آن نیاز داشتند رسیده. خیریه‌هایی در خارج از ایران به خصوص امریکا منابع مالی رو در واقع از ایرانیان خارج از کشور در اختیار خیریه‌هایی که همکاری میکنن با اونا و سازمان‌های غیر دولتی که در ایران همکاری میکنن به ایران منتقل میکنن و اونا هم تجهیزاتی رو خریداری میکنن برای بیمارستان‌ها و مناطق محروم. به طور مشخص خودم در ایام کرونا پیگیر ارسال تجهیزاتی به یک بیمارستان در شهر یاسوج بودم. خوشبختانه این تجهیزات طی یک دوره بسیار کوتاه تهیه شد و با کیفیت بسیار بالا از طریق هماهنگی که با سازمان علوم پزشکی شده بود از تهران به یاسوج منتقل شد. تا آخرین لحظه هم از طریق پرستاران و کادر درمانی در یاسوج مطمئن شدم که به دست اینا هم رسیده. دست یاری دادن به همشهری و هممیهن که مانند خود ویروس مرز نمی‌شناسد و صاحب رستوران سفره میگوید آزمونی است برای همه آنهایی که میتوانند. مشکلات میاد و ولی مشکلات هم میره. منتها آدم ها تو این دوران، تو این بحران ها و شرایط سخت چجوری از خودشون و دیگرون مراقبت میکنن، این نمیاد و نمیره. ما هممون یه مسئولیتی داریم. بهمن کلباسی، بی بی سی، نیویورک. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.